بزرگترین چیزی که بهانه شد برای راه انداختن جنگ علیه امیرالمومنین مسئله قتل عثمان بود. معاویه، عایشه، طلحه، زبیر، سران فتنه، اینا قتل عثمان را بهانه کردند به عنوان خونخواهی برای قتل عثمان. برنامه‌های خودشون رو راه انداختن. به خصوص معاویه در این زمینه خیلی فعالیت کرد، نامه‌ها نوشت، عرض شد. این مسئله رو بندازن گردن امیرالمومنین، بهانه‌ای بکنن برای اینکه با امیرالمومنین بیعت شکنی بکنند و خلافت رو از دست امیرالمومنین در بیاورند. نقش خودشون رو عرض کردیم، حالا به صورت اختصار نقش عایشه در قتل عثمان، نقش طلحه که نقش بسیار پررنگی بود در قتل عثمان، نقش زبیر به همین صورت و حتی خود معاویه که عثمان رسما ازش درخواست کمک کرد، خیلی عاجزانه، شرایط من شرایط سختیه، میخوان من رو بکشند، و او هم عثمان رو یاری نکرد، که خود عثمان هم متذکر این مطلب بود، بهش هم گفت، یعنی به معاویه هم گفت که تو مرا یاری نکردی و مرا تنها گذاشتی یا به تعبیر مشهور و معروف از پشت به ما خنجر زدی. این حرف خود عثمان هم به معاویه گفت. از اون طرف امیرالمومنین هیچ نقشی در مسئله قتل عثمان نداشتن، حالا مطالبش رو عرض میکنیم، بلکه بالعکس خیرخواهانه نقل کردند. حضرت نصیحت میکردن عثمان را که رفتارتو تغییر بده، برنامهاتو عوض کن، کاری نکن که مردم بر علیه تو قیام بکنن. مرتب بهش تذکر میدادن که پیشگیری بکنن از اینکه مردم خلاصه شورش بکنن بر علیه عثمان. خب به نصیحت های حضرت توجه نمیکرد، در حالی که امیرالمومنین حالا خیرخواهانه صحبت میکردن. خیرخواهی امیرالمومنین، انبیا، اولیا، همه برای همه است. این نیست که یک کسی سوال بکنه داخل برای عثمان خیرخواهی کردن.